شمس یا خدیجه پهلوی که تا پیش از انقلاب 57 ایران با نام سلطنتی والا حضرت شاه دخت شمس پهلوی خطاب می شد، در ششم آبان ماه سال 1296 به دنیا آمد و در دهم اسفند ماه سال 74 درگذشت. او اولین و بزرگترین فرزند رضا شاه از دومین همسرش ملکه تاج الملوک و خواهر بزرگتر محمد رضا شاه پهلوی بود. او پس از سپری کردن تحصیلات رایج در آن زمان در سال 1316 با فریدون جم فرزند محمود جم ازدواج کرد، اما پس از استعفای رضا شاه از پادشاهی در سال 23 از فریدون جم جدا شد. چندی بعد با عزت الله مینباشیان آشنا شد و در سال 1324 خورشیدی در قاهره با او ازدواج نمود. همسر جدید او نام و نام خانوادگی خود را به مهرداد پهلبود تغییر داد. مهرداد پهلبود در سال 1343 به وزارت فرهنگ و هنر رسید و به مدت 15 سال تا هنگام انقلاب 57 ایران در این سمت باقی ماند. شمس در زمان سلطنت برادرش ریاست جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران را بر عهده داشت. او 30 سال برای تبدیل این سازمان به بزرگترین سازمان خیریه در ایران تلاش کرد. در طول دوره رهبری او این جمعیت از صدها بیمارستان و یتیمخانه، فعالیت‌های جوانان و پاسخ به حوادث غیر مترقبه حمایت کرد. شمس همچنین ریاست افتخاری جامعه پیشگیری از ظلم به حیوانات و بیمارستان حفاظت از کودکان محروم در ایران را بر عهده داشت و از کمک کننده های مالی عمده به آنها بود. وی ریاست کانون بانوان ایران را بر عهده داشت که در اردیبهشت سال 1314 توسط رضا شاه برای پیشبرد و اجرای اهداف خود در خصوص کشف حجاب ایجاد شده بود. با بالا گرفتن انقلاب 57 ایران به همراه همسر و مادر سالخورده و بیمار خود از ایران خارج شد. آنان مدتی را در کشور ترینیداد و توباگو گذراندند و سپس وارد آمریکا شدند. شمس و خانواده‌اش از سال 1984 میلادی تا زمان مرگ در سانتا باربارا کالیفرنیا زندگی کرد. شمس پهلوی در دهم اسفند 74 خورشیدی در سن 78 سالگی درگذشت. وی در شهر سانتا باربارا کالیفرنیا به خاک سپرده شد. ثمره ازدواج شمس و مهرداد پهلبود 3 فرزند به نام‌های شهباز، شهریار و شهرآزاد پهلبود بود. شمس پهلوی در اواخر دهه 1940 میلادی در مصر در دهه 50 تغییر دین داد و به مسیحیت گروید و در سال 52 یک کلیسای اختصاصی در کاخ خود ساخت و به آیین مسیحیت کاتولیک درآمد. پس از وی همسر و فرزندانش نیز کاتولیک شدند. او بارها به ایتالیا و واتیکان سفر کرد و با رهبران مسیحی دیدار نمود. او کاتولیکی با ایمان شده بود، در تجمل میزیست و در سیاست دخالتی نمی کرد. او در کاخی در مهشهر کرج به نام کاخ مروارید زندگی می نمود. این کاخ یکی از نمونه های برتر هنر معماری در ایران است. این ساختمان به دست وسلی پیتس طراحی و بنیاد فرانک لوید رایت به هزینه 1 میلیون دلار آمریکا ساخته شد. شمس پهلوی در دربار به نام مهر مشهور بود. نام مهرداد برای شوهرش و نام مهرشهر در کرج از لقب او گرفته شده است.